سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با هشتمین آموزش از سری آموزش‌های اکسل در خدمت شما هستم. در این آموزش میخوام آدرس دهی مطلق و تفاوت اون با آدرس دهی نسبی رو براتون شرح بدم. احتمالاً براتون پیش اومده و اگه هم نیومده باشه تو کارهایی که در آینده خواهید داشت حتما براتون پیش میاد که تعداد زیادی رکورد و سطر داشته باشید، چند صد تا، چند هزار تا یا چند صد هزار تا، و بخواین یه فرمول خاص رو برای تمام این رکوردها و سطرها اعمال بکنه. قطعا مسلمه که دونه دونه این کار نمیشه کرد و اصلا کار منطقی نیست. و اگر شما بخواید فرمول رو برای هر سلولی تکرار بکنید خیلی زمان شما گرفته میشه. اما اکسل برای این کار هم آدرس دهی نسبی و مطلق رو برای شما قرار داده. پس با من همراه باشید تا تو این ویدیو به طور کامل آموزش بدم که چطور باید به طور درست از اینا استفاده بکنید. اگر به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلی‌لیست ما مراجعه کنید که لینکش رو در انتهای ویدیو قرار میدم و تمام این آموزش اکسل رو از ابتدا تا انتها نگاه کنید، چون من اینا رو به یه ترتیب منطقی برای کسایی که هیچ آشنایی با اکسل حتی در حد صفر ندارن تا ویدیویی که در آینده براتون میذارم سطح حرفه‌ای تولید میکنم. موفق باشید. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. تا اینجا دو تا فانکشن و دستور if و if else از اکسل رو به شما آموزش دادم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ بقیه در واقع دستورات اکسل و فرمول نویسی، لازمه که شما یه مفهوم پایه‌ای رو به نام آدرس نسبی و مطلق رو بدونید و حتما منظور کافی روش تمرین کنید. چیز سختی نیست، ولی خب نکتهش رو به قول معروف بگیرین، چون برای فرمول نویسی حرفه‌ای و خصوصا در شیت هایی که پر از سلول ها داده ها هستش، مثلا 1,000,000 داده یا هر چقدر که نیاز باشه، حتما شما باید این مفهوم رو به خوبی درک کرده باشید. همونطوری که قبلا خدمتتون گفتم، هر کدوم از این خونه ها رو در واقع اکسل بهش یک سلول میگم. آدرس هر سلول تشکیل شده از نام ستونی که در اون قرار داره و بعد نام سطری که در اون قرار داره. یعنی به طور خیلی ساده اگه بخوام خدمتتون بگم، این خونه که من اینجا روش کلیک کردم از ستون M که اینجا براتون می‌نویسم تشکیل شده و ردیف 5 که می‌بینید خودش هم اکسل پررنگ کرده اون خونه‌ای که درونش قرار گرفته. این M5 میشه آدرس نسبی این سلولی که ما در اون قرار داریم. حالا آدرس مطلق چی هستش؟ من اول با این مثال باهاتون پیش میرم که مفهومش رو بهتر درک کنید، بعد اینجا آدرس مطلق این خونه رو برای شما می‌نویسم تا بهتر براتون جا بیفته. در این مثالی که براتون آماده کردم، فرض کردیم که یک آزمون، حالا در شرکت، در یک آموزشگاه یا هر جای دیگه، یه آزمونی از یه سری متقاضی گرفتیم. این آزمون هم بازه نمرش بین 0 تا 100 بوده و هر کدوم این شرکت کننده ها که حالا 20 شرکت کننده رو من اینجا آوردم، میتونه 1,000,000 هم باشه، فرقی نمیکنه، یه نمره کسب کردن. از 44 اینجا داریم 32 و هر نمره. حالا ما یکی میخوایم وضعیت اینا رو مشخص کنیم با توجه به یه نمره میانگینی که اینجا تعیین میکنیم که این متقاضی قبول هست تو این آزمون یا اینکه نیست. و فرض میگیریم که توی اون آزمون ما فهمیدیم که سوالاتمون مثلا ایراد داشته و یه نمره مثلا میخوایم به همه امتیازمون شرکت کننده اضافه کنیم به خاطر اون اشتباه خودمون و یه نمره تعدیلی داشته باشیم. ابتدا من بخش نمره تعدیلی رو براتون می‌نویسم. فرض میگیریم دو تا سوال اشتباه ما اینجا داشتیم. آدرسش خیلی ساده، میزنم مساوی نمره آزمون، سلول نمره آزمون شرکت کننده اول به اضافه دو نمره که میبینید میشه 46، نمرهش از 44 میشه 46. حالا من اینو میخوام برای تمام این افراد در واقع اعمال کنم. حالا اگر تعداد این شرکت کننده کم باشه، یه راه خیلی ساده و البته زمانگیرش اینه که من هر کدوم این سلولایی که میخوام کپیش کنم با کنترل C و کنترل V توی خونه بعدی
و مثل این که من اینو کپی پیست میکنم، میبینید خودش اومد محاسبه کرد که نفر دوم هم دوتا بهش اضافه شد، همینطوره برای بعدی. خب همینطور که مشخصه این کار زمانگیره و مسئله جالبی نیست، من اینا رو پک میکنم. راه دوم اینه که همونطور که قبلا برای هوشمندی اکسل خدمتتون عرض کردم، این علامت مثبتی که وقتی میاد روی گوشه پایین سلول ایجاد میشه اونو بگیرید و تا سلولی که دلتون میخواد بگیرید ادامهش بدید. یعنی خیلی سریع تمام اینا رو برای ما محاسبه کرد، که البته اینم باز برای اینکه الان 20 شرکت کننده داشتیم اوکی بود، ولی اگر اینجا 1 میلیون تا داشتیم چی؟ شما باید خیلی سخت اینو برمیداشتیم میکشید این تا پایین و با کوچکترین لغزشی تو دستتون ممکن بود اون فرمول وسطش در واقع بپره و دوباره مجبورش اینو تکرار کنیم. پس من کنترل رو زد میزنم. راحت تری که وجود داره و سریع تر اینه که باز وقتی میایین همین گوشه یه حالت ما به علاوه کوچیک ایجاد میشه براتون، دبل کلیک کنید روش. نکته چیه؟ اکسل تا جایی که سلول بغلی اون خونه حالا فرمت بهش داده باشین یا اطلاعات داشته باشه، بهتون رو هوشمند شناسایی میکنه که شما تا اونجا قصد دارین این فرمول تکرار بشه و اونو براتون انجام میده. خب حالا نکته ای که وجود داره همون مفهومیه که خدمتتون عرض کردم، ما اگر روی هر کدوم این خونه ها کلیک بکنیم، من براتون دبل کلیک میکنم، میبینید که خودش اومده سلول روبروی ها با همون به اضافه دوی که ما مد نظرمون بود در واقع محاسبه کرده، یعنی هوشمندانه برخورد کرده، فهمیده که ما اونجا سلول اول مد نظرمون بوده، همینجوری که اومدیم پایین سلول مشابه همونو برای ما در واقع محاسبه کرده، که به این میگن آدستگی نسبی. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیو دسترسی پیدا کنن، حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم، و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدین تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونا دسترسی داشته باشین. میریم ادامه آموزش داشته باشیم. خب حالا همونطور که گفتم ما می‌خوایم وضعیت در واقع این شرکت کننده رو تعیین بکنیم که قبول شده یا نه. اینجا من کلیک میکنم با همون دستور ایف ساده که بهتون آموزش دادم، حالا چون نمره تعدیلی داریم مبنامون دیگه میخواد نمره تعدیلی بشه، زنیم مساویه ایف پرانتز باز. شرطمون چیه؟ شرطمون اینه که این نمره که کسب کرده بزرگتر و مساویه حداقل نمره قبولی باشه که ما توی این خونه بالا تعیینش کردیم. این شد شرط ما. ویرگول رو میزنیم، میگه اگر که در واقع این شرط برقرار شد چیکار کنیم. من میزنم که تایپ کن قبول، کوتیشن میمندم، ویرگول رو میزنم. مرحله سوم میگه اگر این شرط برقرار نبود چیکار کنیم. من دوباره داخل کوتیشن میزنم، تایپ کنم مردود و کوتیشن رو میمندم و پرانتز هم میمندم. این برامون گفت الان مردود، چون این شرکت کننده با ارفاقی هم که شده 46 نمره داشته و میانگین ما 50 بوده. حالا اگر که این میانگین رو من تغییرش بدم بکنم 40، میبینید این فرد قبول محسوب میشه. حالا فعلا میذارم برامون 50 باشه تا بگم میخوایم چیکار کنم. حالا ما دوباره میخوایم این فرمول رو مثل اون فرمول بغلی که خدمتتون گفتم تا انتها اعمال بکنیم. من به همون روشی که گفتم میام اینجا به اضافه که شد دبل کلیک میکنم تا پایین میاره، ولی میبینیم که اینجا خیلی عجیبه، داره همه رو میزنه مردود، در صورتی که خب این الان 94 قبول بشه، این 71 قبول بشه. مشکل چیه؟ من روی یکی از این خونه ها کلیک میکنم، میبینیم که خب آدرس خونه اولیه که درسته اومده از خونه بغلیش انتخاب کرده، هوشمندانه فهمیده، ولی آدرس معیار ما که گفتیم این خونه هست چرا اومده روی این خونه؟ برای اینکه اکسل به طور هوشمند، اینجا البته غیر هوشمند، فکر کرده که اینو باید همینجوری تکرار کنه. اگه ما چند تا خونه داریم میایم پایین، به نسبت همون که اینجا فاصله 3 تا خونه رو داشتیم، این هم 3 تا خونه رو آورده، این بالا محاسبه کرده و فرمول ما اشتباه شده. خب حالا راهکار چیه؟ من دوباره کنترل زد میزنم برگردیم. اینجا همون
آدرسدهی مطلق منظور ما هستش. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم آدرس این خونه که مبنای نمره ما هست این مطلق باشه، این تغییر نکنه هرچی که فرمول توی خونه‌های مختلف جاش تغییر کرد. خب خیلی ساده، وقتی که روی این فرمول کلیک میکنم، ببینید شما، بذار اینجا به راحت تر براتون بنویسم. یه خونه اگر که آدرسش با دالر شروع بشه، همینجا مثلا الان ما اینجا M6ی میگه، اگه اینجا بزنم دالر M دالر 6، این میشه آدرس مطلق این، یعنی ما هر جور تو فرمولی از این آدرس این خونه استفاده کنیم دیگه این تغییر نمیکنه، یه جوری انگار قفلش میکنه اکسل. این دالر M نشون میده که ستونش قفل بشه، دالر 6 نشون میده که ردیفش در قفل بشه. حالا بسته به اون استفاده که شما دارید، میتونید یکی از اینا رو دالر بزنید فقط همون قفل بشه، یا اینکه اگه کلا میخواد همین سلول همین شکلی اینجا بمونه هر جفتش رو دالر بزنید، که حالا ما اینجا الان میخوایم همین کارو کنیم. خب بیام تو این آدرسی که در واقع اینجا دادیم تو فرمولمون، گفته بودیم اگر E6 بزرگتر مساوی باشه، یعنی نمره تعدیلی، خب اینا که نمیخوایم ثابت باشه چون قرار وقت میایم پایین اینم تغییر بکنه دیگه، و بزرگتر مساوی D3 میخوایم مطلق باشه. حالا شما وقت میاریم روی D3 باز یه نکته که وجود داره، یا میتونید دستی دالر رو جلو دی و دالر رو جلو 3 بذارید که نام ردیف جایی، یا اینکه میتونید خیلی ساده تر دکمه F4 رو کلیک بکنید خودش دوتا رو میذاره. و نکته جالبترش اینه اگر شما F4 رو تکرار کنید حالت مختلف رو براتون میاره، یه بار که زدم میکنید فقط دالر رو 3 گذاشت، یه بار دیگه زدم دالر رو فقط رو D گذاشت، یه بار دیگه دادم کلا برش داشت، که حالا یه بار دیگه میزنم رو جفتش مطلق میشه اینتر. حالا وقتی که من اینو بزنم، میگم حالا میخواد 1,000,000 سلول هم باشه فرق نداره، دبل کلیک روی این به علاوه که بکنم، میبینید خیلی قشنگ برای شما همه رو محاسبه کرد، این قبول این قبول این مردود. و بازم حالا دیگه نکته جالبترش اینه که شما دیگه نیاز نیستش فرمول نویسی رو تکرار کنید، هر وقت تصمیم گرفتید که مثلا این میانگین آزمون برای قبولی مثلا از 50 به 60، همونجا که کلیک کنید میبینید الان چند تا از قبولی ها تعدادشون بیشتر شد، این که 31 هم بود با یه نمره بالاتر از نمره مد نظر ما قبول حساب شد، دوباره میکنم 60 همینطور. یعنی شما با همین کار توی اکثر فرموله اکسل به عنوان تکمیلی میتونید به کار ببرید و نتایج سریع و مطمئن‌تر خودتون رو بگیرید. قطعا هرچی شما کار دستی کمتر انجام میدید تو فرمول نویسیتون، اشتباهات صحفی هم کمتر میشه.